بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. طبق معمول هر هفته، امروز هم با کانون آوا هستیم. دوستانی که سالهای سال با سازمان مجاهدین بودند و پس از اون سالها و تجربیات زیاد متوجه شدند که سازمان مجاهدین عوض شده و تبدیل شده به فرقه رجوی، تصمیم گرفتن جدا بشن. وقتی جدا شدن، متاسفانه سازمان مجاهدین با این دوستان به خوبی رفتار نکرد، تهدید و تهمت و توهین و هر چیزی که بگید، و این دوستان هم تصمیم گرفتند که خاطرات خودشون که داستان زندگیشون هست برای من و شما بگن تا دیگران قضاوت کنند. و جالبه که این دوستان هنوز هم با این مشکلات سازمان مجاهدین و دوستان دیگه‌ای که خب سالهای سال با هم زندگی کردن، مثل فامیل هستن، درگیر هستن و دلشون میسوزه که اونها اونجا اسیر هستن. یکی از این بانوان عزیز و گرامی خانم زهرا معینی هستن که از انجمن زنان ایران از آلمان با ما هستن. قبلا هم بارها در برنامه بودن، ویدیوهای ایشون موجود هست هم در کانون آوا هم در یوتیوب. و امروز درباره سه تا تاپیک یا سه تا موضوع میخوان صحبت کنن. اولینش دروغ‌های مریم رجوی در برنامه 10 ماده‌ای مریم و فریب افکار عمومی است. خانم معینی یک کاریکاتوری درست کرده بودن، نتونستم پیداش کنم. عکس خانم رجوی هم گذاشته بودن و نوشته بودن 11 ماده، یعنی اون 10 ماده کم ایشون. در صورت من میکروفون رو در اختیار شما میذارم. خیلی ممنون و متشکرم که با ما هستید دوستان عزیز. این شما، این هم خانم زهرا معینی، و درباره دروغ‌های مریم رجوی صحبت می‌کنم. بفرمایید، با شماست. با سلام خدمت شما آقای صوفی و بینندگان محترم مردم تیوی از هر کجایی که ما رو می‌بینن، امیدوارم که ایام خوبی رو داشته باشید. همونطور که می‌دونید مریم رجوی این روزها دوباره شروع کرده به خوش رقصی کردن برای آمریکا. انقدر اطلاعات غلط یا انقدر پاچه خالی کرد که مثلا آمریکا از برجام خارج بشه. منتها این وسط تنها کسی که صدمه، کسانی که صدمه دیدن، مردم ایرانن، چون دولت ایران که چیزیش نمیشه. مردم ایران کسایی هستن که احتیاج به دارو دارن، احتیاج به مثلا تحصیل دارن برای خارج. برای اونا همه چی، یعنی تحریم ها وقتی برگرده از برجام خارج بشه، خب دودش بیشتر تو چشم 75 میلیون 80 میلیون جمعیت ایران میره، جمعیتی که دولتی نیستن، جمعیتی که روزمزد کار میکنن. بعد خب میبینیم که این وسط از دیماه به این ور مردم تظاهرات هایی کردن، تحسن هایی کردن که حق خودشون رو بخوان بگیرن. احتیاج نیست که من یا خانم رجوی یا ایکس یا ایگرک بخوان از این ور آب برای مردم اون ور آب بخوان تصمیم بگیرن. یعنی واقعا آدم وقتی که میبینه که این خانوم والا برای یعنی مردم ایران انگار خودشون نمیتونن هیچ کاری بکنن، این باید براشون یک کاری بکنه. این 10 ماده من برای شما یه ویدیو فرستادم آقای سوربی که خود مریم رجوی صحبت میکنه، 10 ماده. بعد اون آخرش هم همین مواجب بگیرای مثل جان بولتن و جولیانی و اینا هستن. اما خواهش میکنم از شما اون ویدیو رو بذارید اگه امکان داره، بعد من روش توضیحاتم رو میدم. بله، اجازه بدین این ویدیو رو داریم توی سیستم و اینجا برای دوستان این رو میخواین صداش هم پخش بشه دیگه، درسته؟
صداش پخش بشه. بله، یعنی 5 یا 6 دقیقه بیشتر نیست که یعنی بعدن نیام بگم ما چیز دیگه ای گفتیم. ما حرفایی که میزنیم از رو اسناد و سندهایی که اینا میذارن و ما هم روش نقد و بررسی میکنیم. بله. اجازه بدهید در اینجا دلیلی که پرسیدم این بود که شما گفتید اون رو بذار من روش توضیح میدم، پس بذارید اول با هم این ویدیو رو ببینیم بعدن شما توضیح بدید. دوستان عزیز، یک ویدیویی هست که خانم معینی امروز لطف کردن ارسال کردن، من اینجا برای شما نشون میدم و بعد هم لینک این ویدیو رو زیر برنامه های فیسبوک براتون قرار میدیم. با هم بریم این ویدیو رو ببینیم و بشنویم، بعد برمیگردیم با خانم معینی خواهیم بود. اجازه بدهید در اینجا برنامه 10 ماده این مقاومت را که با پشتوانه خون شهیدان و رنج اسیران و تلاش رزمندگان آسودن و شده یادآوری کنم. 1. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش می باشد و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم. ما در ایران آزاد شده فردا از لغو حکم اعدام دفاع می کنیم و نسبت به آن متعهدیم. 4. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد و هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود. 5. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم و هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغا خواهد شد و آنان از حق ازدواج، طلاق، تحصیل، اشتغال و انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود. 1. نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکم علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت. ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می‌باشیم. ایران فردا کشور برابری همه ملیت‌ها. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما
از هر ملیتی که هستند در زمره سرمایه های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش یابد. هشت، ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در استقلال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود. نه، سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود. و ده، ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود. بله، خب این به قول آمریکایی‌ها اینجا میگن فیل هوا میکنن، ولی اونجا مثل اینکه شیر هوا کرده بودن. این ده ماده رو خوندن. جالب اینه که دوستانی که همین الان روی فیسبوک هستن مثل خانم دکتر بهیه جیلانی و دیگران میگن که آخه این کیه که تعهد میکنه چه چیزی داره، بعد دوستان دیگه نوشتن چه لچکش فکر کنم نوشتن سکینه، ولی یه چیز دیگه نوشتن شورای ملی تصویب کرده غلط کرده، و دیگران نوشتن زرشت. بعد آقای موثقی نوشته که اگه اشتباه نکنم، آقای موثقی بود، مگه الان اینترنت دارن مجاهدین که بعدن به ایرانیان میخوان اینترنت بدن؟ در صورت من ساکت میشم، شما نظرتون رو در این ده مورد بگین. یه سوالی هم از شما دارم، صدای این ویدیو رو شما اونجا میشنیدید یا نه؟ بله میشنیدم. اوکی، خب چون قبلا اسکایپ وقتی ما ویدیو پخش میکردیم صداش رو اون طرف نمیفرستاد، ولی خوشحالم که متوجه بود. خب من ساکت میشم، شما بفرمایید که نظرتون چیه بعد از این سخنان گوهربار و ده ماده ای این خانم. و جالب اینه که خب این ده ماده رو میگه، ولی کی میخواد اجرا کنه؟ ضمانت اجرایش کیه؟ بفرمایید. آقای سربی، قبلا این ده ماده به این شکل نبود، به یه جور دیگه. یعنی وقتی که خانم شد رئیس جمهور مثلا آینده، این یه ده ماده گذاشته بود که هی به مرور زمان هی اینا رو کلمات رو جابجا کردن، یه چیزایش رو حذف کردن، یه چیزایش رو گذاشتن، یه چیزی بهش اضافه کردن. من راستش بخواید این ده ماده رو که شنیدم، مثلا یعنی خب این دفعه جدید ترش کردم، یاد خداوند به حضرت موسی یک بار فرمان ده ماده‌ای داد، بعدم که حضرت موسی از اون کوه که می اومد پایین نمیدونست مثلا قومش پراکنده شدن، بعد مثلا خدا نمیدونست که نباید این فرمانو میداده، بعد مثلا یه چیز دیگه میداده. والا خدا که خدا بود، ده ماده ده فرمانش رو عوض نکرد. اینا هر روز به شکلی این فقط با کلمات بازی میکنن، چون خانم رجوی اصلا اعتقاد نداره. ببینید، اولین مادهش اینه که از نظر اونا آری مردم تنها ملاکشونه. خیلی خوب خانم رجوی، مردم از 9 تیر به این ور تمام شعار دادن، اعتصاب کردن، تحصن کردن، کتک خوردن، مرگ بر دیکتاتور گفتن، زنده رضا شاه رو حشاد گفتن، ولی یک نفر محض رضای خدا نیمد بگه که مسعود مریم. هیچ کی نیمد، حتی عکس اینا رو نشون ندادن. اون موقع میگه
خب این اولیش که دم خروسشون میزنه بیرون. بابا مردم ایران هیچ وقت نمیخوان شما رو قبول کنن، یعنی نکردن تا الان که بخوای برای فردای ایران. الان الان که الان شما به رأی مردم ایران مگه نمیگید که اونایی که رفتن زمان خاتمی یا بعدن به کسای رئیس جمهورهای دیگرشون که رأی دادن، مگه شماها نمیگفتید که همه همون مردم رو باید بذارن سینه دیوار تیوارون کنن؟ و این رأی مردم، کدوم مردم؟ مردم دنیا که تو رو ماهیت تو رو نمیشناسن؟ یا آدمایی هم که باید از فضا بیان توی ایران بشینن بعد شما بگید به ایران هم؟ و یا ماده شماره دوش اینه که ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا آزادی احزاب. والا من نمیدونم اگه قرار باشه آزادی احزابی که خانم رجوی در نظر داره که افراد رو با پول بخره، این حزب یعنی واقعا میگم با کلمات فقط بازی میکنن، برای اینکه میگه که الان زمان اینه که من اینجوری بگم. همیشه مسعود میگفت اینو، میگفت اگه یه چیزی بشه ما آب رو گلالود میکنیم واسه خودمون کلا ببافیم. دسترسی آزاد ملی رسانه ها و دسترسی بی قید و شرط همگان به فضای مجازی. ببینید میگن دولت ایران دیکتاتوره، فیلترینگ میذاره، ولی از بچه 2 ساله تا آدم 99 ساله هم تلفن هوشمند دارن، هم اینترنت دارن، با تمام شرایط بدی که توی ایران هست همشون هم به یه شکلی به دنیا وصلن. خانم رجوی لطفاً فردا رو ول کن، امروز 1000 نفر تو دستای تو اسیرن. آیا یه اونا همون آزادی، همون 1% آزادی رو دارن؟ آیا اونا هم میتونن به جامعه بین المللی وصل بشن؟ تعداد به خصوص انگوش شمار آره به اونا، شما اینترنت دارید چون نور چشمیاتونن، اما بقیهشون چی؟ بقیه اونا آیا به این فضای مجازی راه دارن؟ آیا میتونن با دنیا ارتباط برقرار کنن؟ شما اگه اینه، اول شما اینو درست کنید، اینجا چی دارید میکنید؟ فردا رو فرداست، اینکه ما در آینده چه کار میکنیم؟ تا الان نشون داده که رد شدی، تا الان نشون داده که پرونده خیلی سیاهه. فردا کی؟ برای چی فردا؟ بعد شماره 3 گفته که ما در ایران آزاد شده فردا از لغو حکم اعدام دفاع میکنیم و نسبت به آن معتقدیم. خانم رجوی لطفا بیا بگید افرادی که ناراضیان در اون افرادی که تو سیطره تو اسیرن ناراضیان، چرا باید 1 دفعه بمیرن؟ تو از لغو حکم اعدام داری صحبت میکنی؟ چرا افرادی مثل من که اومدیم تو دنیای آزاد داریم حرفمونو میزنیم، تو اروپا هستیم، تو آمریکا هستیم، حرفمونو میزنیم، شما ما رو تهدید به مرگ کردین؟ اگه قراره که این حکم لغو بشه، پس شما اول باید بیاین از ما عذرخواهی بکنیم که حکم مرگ ماها رو دادید. اول بیاین از ماها عذرخواهی کنید که اینقدر دارید شانتاژ میکنید، شامورتیگری در میارید. اگه تو این حرفی که به این حرفی که میزنی اعتقاد داری، پس بیا اولین قدم اینه که برداری. شماره 4 گفته که مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد و
و هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلی از ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود. ای که باید بهت خانم رجبی یه دونه نوبل از نوع خودت بهت داد. ببین خانم رجبی، افرادی بودن که توی همین قرارگاه های تو، چه اهل تصنّع بودن چه مسیحی بودن، با اونها رو مجبور میکردی، مجبور میکردی که از دین خودشون باید برگردن، باید بشن شیعه دوازده امامی. تا نمی شدن هم عضوشون نمی کردی، به عنوان مهمان باهاشون رفتار می کردی، آدم حسابشون نمی کردی. فیلیپ، خانم رجبی، فیلیپ رو می شناسی؟ اصلا دیده بودیش؟ اون به خاطر اینکه شماها اینقدر زیر فشارش گذاشتید، مجبور شد از مسیحیت خودش دست بکشه، بگه باشه مسلمان شدم. بعد اون رو فرستادید به عملیات داخل کشور و کشته شد. نوریک، خانم رجبی، یادتونه میگفتید که چی؟ باید بری کلیسا که ما نشون بدیم که به دینهای دیگه احترام میذاریم، ولی باید اول مسلمان میشد، ولی در پوشش مسلمان بودن باید میرفت تو کلیسا که آره اون، یعنی ببین ما توی دستگاه ما مسیحیت جا داره. افرادی که اهل تصنع بودن باید دست بسته نماز میخونن، با اونا چکا کردی؟ با اونا چکا کردی؟ آیا حق حقوق اونا رو ادا میکردی؟ شما از چی دارید صحبت میکنید؟ 4000 نفر رو داشتی، ولی با 4000 نفر چه کار کردی؟ یا در رابطه با شماره 5ش گفته که ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی، مشارکت برای زنان در رهبری سیاسی معتقدیم و هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغا خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه به پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل، اشتغال برخوردار خواهند شد. واقعا برات متاسفم، یه خود خودتو بروز بکن. زنایی که توی سیطره تو اسیرن، اونا چجوری میتونن بپوشن؟ من میگم بهتون خانم رجبی، فردا رو ول کن، امروز تو داری با این زنا چه کار میکنی؟ اون بلاهایی که تو به سر اون صد زن آوردی، دنیا به خودش ندیده بود. هیتلر با زنای خود، زنای جنرالاش این کار رو نکرد، که تو این کار رو کردی با اون زنا. اون زنا رو به اتاق خواب مسعود بردی، رحم اونا رو در آوردی. حتما باید باهاش همبستر می شدن و اگه نمی کردن، اگه سر باز می زدن چی می شد؟ باید می مردن. حق تحصیل، مگه الان زنای توی ایران بدبختن؟ زنای ایران که توی ایران بهترین درجات تحصیلی رو دارن می کنن با تمام فشارهایی که روشونه، حق طلاق دارن. اون دیگه باید برای خودش. آیا ببینم زنایی که توی سازمان تو هستن میتونن آزادانه انتخاب کنن با کی ازدواج کنن؟ تو که برای اونا حرام کردی این چیز رو. آیا میتونن آزادانه انتخاب کنن چه نوع لباسی بپوشن؟ آیا میتونن انتخاب کنن که کجا برن، چه کار کنن، چه کار نکنن؟ همه این آزادی ها رو تو از زنایی که اسیرن توی دستگاه تو گرفتی، همینطور همین آزادی رو از مرداش هم گرفتی. اون موقع میه به اسم این که فردای آزاد. الان زنا خودشون دارن حق خودشون رو میگیرن. خانم رجبی، تو چرا ترسیدی بیای از دختران خیابان انقلاب دفاع کنی؟ چون اونا بی‌حجاب شدن،
چون رو سریشون رو ورداشتن، گفتن حجاب اجباری نه، ولی تو ترسیدی بیای بگی که زنای خیابون انقلاب، حتی به خودت اجازه ندادی که برای اونا پیام بدن، چون تو خود اون ور سکه‌ای که یعنی همه چی در سیطره توه، در دستای به خون آغشته توه، تو هم همونی، تو هم باید اگر راست میگی اجازه بده زنایی که تو اون همه عمرشون رو ازشون گرفتی بذار از الان به بعد برای خودشون انتخاب کنن که به چی میخوان، چه نوع لباسی بپوشن. خانم معینی، آقای کرمی از فرانسه میگن آیا این حق انتخاب، حق طلاقی که این خانم میگن، منظورشون مریم رجویه، آیا درون این تشکیلات هست یا بوده اصلا؟ و دوستان سلام میکنن به شما و تشکر میکنن که باز هم در برنامه هستید. بفرمایید. والا آقای صبح، حق طلاق که والا ماها، تو من خودم یه فرد متأهل بودم که رفتم، ما رو به اجبار به طلاق وادار کردن، یعنی هیچ مشکلی من با همسر سابقم نداشتم، ولی اجبار بایدی بود. حتی کسایی که میخواستن ازدواج کنن، یعنی تشکیلات بهشون گفت تو با این باید ازدواج کنی، نمیشناختن نه چیزی. الان مثلا خانمایی که توی ایران بخوان ازدواج کنن، یه سال قبلش با هم آشنا میشن، بیرون میرن، تو میان، ولی همچین چیزی رو ما توی سازمان نداشتیم. ببینید، من وقتی که در رابطه با حجاب، در رابطه با پوشش لباس از خانم رجوی سوال کردم، گفت، یعنی ببینید اینقدر بهش برخورد، اینقدر یعنی چیزی بود که نباید من، و من پرسیدم توی فرانسه، و بلایی که سر من آوردن این بود که منو از آلمان ببرن بیرون تو خاک سوئد دستگیر بشم که بخواد دولت سوئد منو برگردونه ایران، چون نگفته بودم من از کجا اومدم، یعنی نهایتا منو بعد برمیگردوندن ایران، اعدام میشدم، اونا از خون من میکردن یه دونه پیرن عثمان که آی فلانی رو اعدام کردن. ایران فردا کشور عدالت و قانونه. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام و اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندها در ایران فردا جایی نخواهد داشت. ببینید خانم رجوی، من بهتون بارها گفتم اگر اینه، اگه تو به این اصل شش قبول داری، به چه اجازه‌ای همسر منو، همسر سابق منو به خاطر من محاکمه کردی؟ چرا؟ من که پنج سال شش سال بود که ازش جدا شده بودم. قانون قضاییت اینه؟ پس ببینید همه جا دروغ داری میگی. بعد یه جا هم برگشت گفته میگه که کردها، در رابطه با کردها صحبت میکنه. خانم رجوی، یادت رفت که در سال 1990 میلادی، زمانی که آمریکا و ائتلاف، جنگ اول خلیج فارس بود شروع شد و عملیات قبل از عملیات مروارید، پیام دادی، به زبون گفتی، رو کاغذ اومد که ماها باید بریم نمیدونم نوه بعد رو اینجور چیزا، اومدن میخوان که به بغداد حمله کنن. ما رفتیم، شما گفتید که ما با کسی کاری نداریم، فقط میریم پاسداران. بعد فرمانی که دادی گفتی هر کی که مجروح شد
شلیک میکنیم. آره کردا رو کشته، شلیک میکنن. هر کی زخمی بود بهش دست نه، ولی با نفربر چلتونی از روش رد میشی. این توی خانم رجوی، هیچ وقت ماها این مسئله رو یادمون نخواهد رفت که الان میخوای برای آزادی فردا، تو اون موقع با کردها اون بلا رو سرشون آوردی، حالا میخوای وقتی رسیدی به ایران چی کارشو کنی؟ بمبارون شیمیاییشون کنی تمام بشه برم پی کارشون؟ واقعا آدم بعضی وقت، من خودم وقتی که این چیزا رو نگاه میکنم میگم خانم رجوی واقعا مثل یه دونه آفتاب پرست، هی رنگ عوض میکنه، هی سمت و سویده. الان خیلی خوب وضعیت حقوق بشر خوب، همه اینو میدونن. واقعا یه نفر بیاد شما اجازه بدید بره از همون پایگاه اشرف سه که توی آلبانیه با تک تک نفرات صحبت کنه. تو که میگی حقوق بشر، بابا حقوق بشر یعنی چی؟ ببینید یه سری افراد رو تو اسیر کردی، اسیر دستتن، 30 سال 40 سال، خیلی هاشون پدر مادرها فوت کردن، خیلی هاشون چشم انتظارن. ببینم شمایی که دارید میگید از حق آزادی، از حق قضاوت، از حق فلان بهمان، از این هجویاتی که دارید به کار میبری، آیا این تعداد 1100 نفر تو میتونن با خانواده هاشون تماس بگیرن؟ آیا این پدر مادرهای این افراد پدر مادر نیستن؟ یا از کره دیگه اومدن؟ چرا اینا حق ندارن که با خانواده هاشون تماس پیدا کنن؟ جالبه که توی سایت های فرقه همیشه میگه که سعید مسعودی مثلا فلان مقاله رو داده از زندان اوین، دکتر سعید مسعودی اینجوری. ببینید اون تو اوینه، دسترسی طبق گفته های شما دسترسی به دنیای مجازی داره که برای شما مقاله می نویسه. خانم رجوی، آیا اون افرادی که توی آلبانی توی یک کشور نیمه اروپایی هستن میتونن همچین ارتباطی با خارج داشته باشن؟ خانم ماینی اجازه بدین یک کم، چون دوستان هم به صورت زنده روی فیسبوک هستن، به اونها وقت بدین. و چون شما از یک حیوانی اسم بردید که در فارسی بهش میگیم آفتاب پرست، در انگلیسی بهش میگن کامیلیون، من اینو نشون میدم. ولی موقعی که این ویدیو رو میبینید دوستان، من درباره دوستانی که اینجا کامنت نوشتن صحبت میکنم. ببخشید که حرف شما رو قطع کردم، اجازه بدید که هم این ویدیو رو نشون بدم که یک آفتاب پرست رو نشون میده، و هم درباره کامنت های دوستان صحبت کنم. چون شما چیزی رو که درباره خانم هایی که در سازمان مجاهدین بودن و خانم مریم رجوی اینها رو دست به دست به اصطلاح مسعود میداده، یکی از دوستان به نظر میاد که درست متوجه نشد. بذارید من توضیح بدم، چون برنامه های قبلی رو من دیدم و به ایشون هم پیشنهاد بکنم که برنامه هایی رو که خانم بتول سلطانی و دیگر بانوان، خانم حمیرا محمد نژاد و خانم بتول، اون دوست دیگه‌مون که حتی آوردن مدال رجوی رو نشون دادن و به اصطلاح خانم میرباقری، بله بله، این ماجراها رو دوست عزیز شما تازه آمدید خبر ندارید. اجازه بدین ما این ویدیو رو ببینیم و من اینها رو براتون بخونم، شما هم به قول دوستان یه استراحت کوتاهی داشته باشید. بله، این حیوانی رو که در تصویر میبینید آفتاب پرست میگیم به ایرانی، که خودش رو با محیط تطبیق میده و رنگ عوض میکنه. اینجا دوستی به نام آقای رحیم نگهبان آمده و خیلی ممنونم که اینجوری نوشتن، یا من بد شنیدم یا ایشان بسیار ناآگاه است. شما بد شنیدی دوست عزیز. خانم ها را برای همبستری با رجوی رحمشان را در می آوردند، مجاهدین مرد و رفت نقد. بله ببینید، شاید جوری که خانم معینی گفتن به اصطلاح دو تا موضوع رو
قاطی کردن. یکی این که در یه برنامه‌ای که خانم سلطانی به وضوح توضیح دادن که چگونه اینها رو جمع می‌کردن و بهشون می‌گفتن برید دوش بگیرید و موهای بدنتون رو کوتاه کنید و بعد حوله‌های مخصوص می‌دادن و بعد می‌گفتن در این نشست‌های روحانی و عرفانی شرکت کنید و اینها، و بعدم خانم رجبی بهشون میگفته شما امشب به قله قاف میرین، بلندترین کوه روی کره زمین و اینها، و بعد خود خانم رجبی دست اینها را در دست مسعود رجبی میذاشته. یعنی ما نداریم همچین موجودی که یک زن، والا شنیده بودیم که مثلا یک زنی حامله نمیشه برای که شوهرش نره همسر دیگه ای انتخاب کنه، خودش میره براش از توی فامیل از توی دوستان یه زنی رو میگیره میاره، ولی ما دیگه همچین چیزی رو نشنیده بودیم که توی سازمانی خانمی که تا چند مدت قبل زن مهدی ابریشمچی که بهش میگن آقای با شرف یا یه چیزی میگن به طعنه بهش بوده، بعد میاد اونجا میشه زن این، بعد این ماجراها و کثافتکاری‌ها و اینها رو به کنار، حالا بیاد خانم‌های دیگر رو که چه از همسراشون جدا شدن و چه به اصطلاح همسر نداشتن و سینگل بودن مجرد بودن، اینها رو دست بده به دست آقای رجبی. و موضوع دیگه این که دوستان اینجا نوشتن که این خانم رجبی حالا ما فهمیدیم چه موجود کثیفیه و از شما تشکر میکنن که به اصطلاح ذات اصلی اینها رو نشون میدید. این حیوان رو هم نشون دادم دوستان، میبینید روی یک شاخه خشک میره، رنگ اون شاخه میشه، میره روی یک برگ سبز، رنگ اون برگ سبز میشه، و این رو میشه گفت سازمان فعلی مجاهدین که روزی واقعا 50 سال پیش، امروز یکی از دوستان یه از این ویدیوهای مسخره‌ای که اینها درست میکنن و حتی خجالت میکشن اسم سازمان مجاهدین رو بیارن و به نام پیک شادی دارن اونو پخش میکنن و حتی اسپل پیک شادی رو هم اشتباه نوشتن، برای طرف نوشتم شما میدونید این رو سازمان مجاهدین، سازمان آزادی ارتش آزادی بخش ایران کارش امروز رسیده به جایی که مثل بچه‌هایی که 30 دلار میدن یه ویدیو میخرن، ویدیو گیم، و این ویدیوها رو درست میکنن. دوستمون گفت اصلا من باور نمیکردم که این رو سازمان مجاهدین. گفتم بله، یا تار و تنبک میزنن زنها رو که این میگه آزادی، برید عکساشو نگاه کنید که زنها دارن گاری هل میدن، 3 نفر 5 نفر دارن با دست سنگهای زمین و اینها رو تمیز میکنن. حالا ایشون آمده به قول شما 10 فرمان موسا رو میخواد تجدید کنه و این رو به عنوان باز 10 فرمان یا 10 ماده، البته اینا خبر ندارن که همون فرامین خدا به موسا هم بیشتر از 20 تا بوده، ولی 10 تاش رایج شده. در اصل من ممنونم و ببخشید که وقفه‌ای در گفته‌های شما ایجاد کردم. سوال اون دوستمون رو خواستم بگم و به اینها من پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه کامنت بدید، حق شماست بیان سوال کنید، ولی ویدیوهای دیگر هم ببینید، بعداً بیان اینجا با این دوستان صحبت کنید، نظر بدید. و یکی از کارهایی که سازمان، یعنی کانون آوا، از روز اول انجام داده، درست برعکس سازمان مجاهدین، نظرات دیگران رو شنیده، حتی نظرات مخالفین، نظرات دشمنانشون رو، و به پرسش‌های بینندگان و شنوندگان هم پاسخ دادن. از این بابت از شما بسیار ممنونم. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم و به صحبت‌های شما گوش میدم. بفرمایید. ببینید برای این، به این دوست محترممون میگم که کجای دنیا دیدی که یک زن خطبه عقد شوهرش رو با کسی دیگه ای بخونه؟ یعنی اوج فاجعه رو ببینید. واقعا متاسفم که یعنی آدم نمیتونه، من نمیتونم بیشتر از این باز کنم. نمیدونم چجوری اصلا، چه اسمی میتونم روش بذارم. خب دوستان کمک میکنن. آقای محمد، خدایا این دوستمون، آقای سهند فریاد از پاریس، رزاقی. بله آقای رزاقی، ایشون همیشه یک طبع طنز و ذوقی هم داره، نوشته که مریم قجر حرم سرادار شخصی رجوی بود. یعنی این کار شما رو آسون کرد و شغل جدید خانم رجبی رو برای دیگران هم گفتن، حرم سرادار به اصطلاح مسعود رجبی. بفرمایید.
ببینید در رابطه با سیاست خارجیش، یعنی آدم بخواد دونه دونه اینا رو بخواد بررسی کنه، فقط تو کلیشه خیلی قشنگ حرف زده، تو کلیشه است. ببینید سیاست خارجیش یعنی چی؟ یعنی عربستان سعودی مثل اونا میخواد رفتار کنه. ببینید تا قبل نمیدونم فلسطین یه جا گفته که کشتن یک انسان کشتن انسانیته، اما خانم رجبی 70 نفر به دست اسرائیلیا کشته شدن، تو چرا یک پیام ندادی به اون خانواده ها؟ مگه تو با محمود عباس دیدار نکردی؟ مگه قبلش نرفت نمی گفتی که مسعود توی فلسطین دوراهاشو دیده؟ یاسر عرفات، خب یاسر عرفات رفت بعد شد محمود عباس، باهاش نشست و برخاست کردی سر اینکه سفارت آمریکا جابجا بشه مردم، تو چرا هیچی نگفتی؟ انسانیتت کجا رفته خانم رجبی؟ مگه اونا آدم نبودن؟ ببینید در رابطه، یعنی مثلا الان در رابطه با همین سلاح اتمی هم که میگه، یک سر سوزن خودش ایمان نداره، چون همه این صحبت هایی که کرده باید برعکس بشه. فقط میگه الان توی این کار برای اینکه ما خودمونو جا بکنیم، چون دولت آمریکا دست گذاشته مثلا رو حقوق بشر، دست گذاشته رو زنان، دست گذاشته رو زندانی سیاسی، دست گذاشته روی، پس ما الان چون آمریکا اینجوری میخواد پس ما هم همینو میگیم. خب شما آخر اون فیلمو نشون دادید دیگه، که ببینید برای چه کسایی داره صحبت میکنه، برای اینکه جان بولتون، نمیدونم جان مکی و و بخوان برن بگن آها اینا تنها آلترناتیو هم نمیشه. شما سوالی ندارید آقای سوربی؟ نه من سوال ندارم، فقط اگه دوستان سوالی دارن یا با خود شماها مستقیما تماس بگیرن یا با کانون آوا، و اگر مشکلی در تماس گرفتن هست با تلویزیون مردم هم میتونن تماس بگیرن. آقای رزاقی میگه آقای سوربی عزیز، مریم قجر عمدن این 10 فرمان را انتشار داده تا به ارباب جدیدش نتانیاهو بگوید ما اگر اسرائیلی نیستیم ولی مثل اسرائیل 10 فرمان داریم، پس فامیل هستیم، هم مسلک هستیم. به هر شکل ممکن میخواهد خودش رو بچپونه تو فلان جای اسرائیل، موساد و لاغه. ممنونم. آقای مجید خوشنودی که خودشون هم در کارهای ویدیویی تخصص دارن و خیلی هم روی سوشال میدیا هستن، نوشتن که آقای سوربی خیلی جاها دیگه روی ویدیوهای پیک شادی هم چیزی نمی نویسن تا ویدیو رو بتونن منتشر کنن. این صحبتیه که من با آقای غلام ترشیزی اینجا میگم ببینید، من روزی تلویزیون مردم را اسمشو عوض میکنم که پول یک کسی رو دزدیده باشم، مال یک کسی رو خورده باشم، توی آمریکا بهش میگن شل گیم، یعنی خودم رو زیر یک کاسه، زیر یک پوششی قایم میکنم. سازمان مجاهدین، آقای ترشیزی، آقای فیلابی، آقای ایکس، خانم ایگرگ، چرا هر روز اسم جدیدی، وبسایت جدیدی رو درست میکنه، یه ماهی میچرخه، همچین که مردم میفهمن ای بابا این همون، ببخشید خره، فقط پالونش عوض شده، فرار میکنن مردم و این مجبور میشه یه اسم جدید، یک سازمان جدید. اینجا سازمانی رو درست کرده بودن، یه عده‌ای هم بیچاره بهشون پیوسته بودن که انجمنهای ایرانیان آمریکایی، و بعدن که ما صحبت کردیم که این بابا همون مجاهدین هستن. اتفاقا آقای میبودی مصاحبه‌ای داره با آقای حسن دایی الاسلام، آقای دایی الاسلام اسم خودش رو عوض کرده، گذاشته دایی، که با داداشش که حسین دایی الاسلامه ربطی نداشته باشن و نفهمن که این یک مجاهد مخفیه. بعد ایشون میگه دیگه کارشون تمومه. میگم آقای میبودی 40 سال اینا میگن امسال سال براندازی است. ما میدونیم شما به خاطر اینکه تلویزیون پارس پولی کلانی آقای
اون شجره از این مجاهدین میگیره و احتمالاً آقای دایی هم حق و حسابی با آقای میبودی میده، شما مجبوری بشینی صحبتهای اینا رو گوش کنی. ولی اقلن بی انصاف بیا بهشون بگو شما درست میگی، مثل من که مسخرهشون میکنم میگم و همه منتظرن، شما چرا میگی 90 درصد؟ آقای مجاهد، خانم مجاهد، همه در ایران منتظر شما هستن، همه طرفدار شما هستن، همه مشتاق دیدار، چرا نمیرین؟ بلنشین برید. الان که دیگه آقای عالی جناب ترامپ هم با شماست، جولیانی کلاش هم با شماست، بلنشین برید دیگه. الا اینکه خودتون میدونید اگر برید مردم شما رو با چنگ و دندان تکه تکه میکنن. من ساکت میشم. خانم معینی شما بفرمایید. محور دوم صحبت‌های من در رابطه با هشدار به تمامی ایرانیان فارسی زبان در سراسر اروپا است که با توجه به این 10 ماده‌ای که الان صحبتش رو کردیم، دستگاه تبلیغاتی فرقه رجبی دوباره این روزها خیلی فعال شده، بسیج شدن، میز کتاب میذارن، تحصن میکنن، دنبال پناهنده ها میرن. ببینید اگه کسایی که از ایران میان، فرق نمی کنه حالا ایران، افغانستان، عربستان، چه میدونم از هر جا فارسی زبانن که میان، وقتی این 10 ماده رو که میبینن میگن وای خیلی پرفکته، خیلی عالیه، ولی پشت پرده این اصلا چیه؟ ببینید الان ما باید خیلی مراقب باشیم، مخصوصا اون آدمایی که به خاطر 50 اورو، 60 اورو، 100 دلار، چه میدونم یک سفر پاریس در انتظارشونه، به قول اینا که میگن، بعد خیلی مراقب باشید که چرا اصلا مناسبت این ویل پن چیه، اصلا به چه مناسبت هایی. قبلا دیگه خورداد رو گذاشته بودن آغاز جنگ مسلحانه در سال 60، هر سال این زمان رو جشن می گرفتن که چیه، ما یه فیل هوا کردیم، یه نوین شدیم، حالا ما رو در روی دولت ایرانیم و دولت ایران رو برانداز می کنیم. همیشه این تمدید 6 ماهه بود یا 1 ساله، 1 ساله شد 6 ماهه، حالا هم که دیگه خدا می دونه چقدر. بعد شد جوان تیر ماه و اینا. چرا شد تیر ماه؟ خانم رجوی سال 80 یواشکی بعد از جنگ شروع، قبل از شروع جنگ دوم خلیج فارس، از قبل حدود 200 پاسپورت های قلابی از این طرف میره برای اونا که خانم رجوی رو از عراق میارن بیرون، از عراق میارن بیرون و یواشکی، یعنی بدونه که دولت، بدونه دولت فرانسه، تو فرانسه مخفی میشه تو اوور و اینا. اما علت این که چرا خانم رجوی رو دستگیر میکنن، خانم رجوی رو توی 17 ژوئن سال 81 اینطورا که دستگیر میکنن، 81-82، دولت فرانسه پی میبره که فرقه تروریستی رجوی داره این وسط یه کارایی میکنه، از جمله این که میخواد تو 13 کشور اروپایی، آمریکایی به سفارت ایران حمله کنه، حالت تروری داشته باشه، و در این وسط 25 تا از مخالفای خودش رو، یعنی امثال من رو که مخالف فرقه رجوی هستیم، رو ترور کنه، در اون یه آشوبی رو تو اروپا بپا کنه و بخواد 25 نفر رو ترور کنه. زمانی که 17 ژوئن ساعت 6 صبح پلیس فرانسه به 13 محل فرقه حمله میکنه که 1200 تا پلیس میریزن، هم تقریبا یه تعدادی رو دستگیر میکنن از جمله خانم رجوی رو. زمانی که به اوورسورواز حمله میکنن، در اتاق
خانم رجوی، اتاق کار خانم رجوی 11 میلیون دلار پول نقد بوده که یه سری اسناد دیگه هم بودش که بعد این وسط خانم رجوی را میبرن به دستور خانم رجوی یه تعدادی، حالا که نمیتونستن ماها رو ترور کنن این وسط یا سفارت آتش بزنن، یه سری ها رو بل اجبار گفتن باید خودسوزی کنی. زمانی که خب توی اروپا، آمریکای شمالی همه یه تعدادی تقریبا 10 تا 12 نفر خودسوزی کردن که متاسفانه 2 نفر شدت سوختگیشون خیلی بالا بود که جونشون رو از دست دادن. این مجموعه ویلپن من خیلی مثلا سربسته گفت، یعنی یه چیز کردم که بدونن کسایی که میرن، فقط وقتی که میرن پیش، یعنی تو مراسمای ویلپن شرکت میکنن، یعنی میشن حامی تروریسم. ببینید اینا کاری که کردن توی اروپا، در فرانسه، در آلمان، در کانادا، اومدن جلوی چشم افراد، جلوی آدمای معمولی که تو خیابونا دارن رد میشن، اونجا یه تعدادی خودشون بزنن. بله، یعنی تصویراشو میدیدیم، تصویراشو نشون میدادن. ضمناً دوستان میگن که اون مبلغ پول در اتاق کار نبود، در اتاق خواب بود. این آقای رزاقی میگه. بعد آقای خوشنودی هم نوشته این خاک تو سرها لااقل مثل آخوندها غرزه ترور کردن هم ندارن. ضمناً آقای کرمی هم لطف کردن تاریخ ها رو خیلی دقیق می نویسن، اون تاریخ هایی که شما گفتین. چون شما صحبت از این ویلپن کردید، اجازه بدید این تاپیک دوم رو بگیم، چون 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم و یک تاپیک سوم هم هست. ولی دوم همین هشدار نسبت به برگزاری شو تبلیغاتی سالانه فرقه رجوی است که آقای کرمی میگه اینها الان زوم کردن روی دانشجویانی که از بلوک شرق هستن، اونا رو جمع میکنن با 50 یورو میارن. قبلا هم ما دیدیم این افراد رو، یه مدت افغانی ها، سیاه پوست ها، عرب ها، همینجا تو آمریکا این معتادا و مشروب خورا و اینها. بعد بعضی از کلیساها رو هم اینها گول زده بودن، آورده بودن، که بعد تا اونا فهمیدن که اینها آوردنشون برای فعالیت سیاسی، گفتن ما اصلا فکر میکردیم این فقط برای حقوق انسانی و اینها هست، حقوق بشر هست، و ول کردن رفتن. شما نظرتون درباره این به اصطلاح برگزاری شو سالیانه‌ای که اونم ماهیتش عوض شد چی هست، و هشداری که میخواییم بدیم به این دوستان چی هست؟ بعد موضوع سوم هم هست، بررسی وضعیت کنونی فرقه رجوی، که اگه لطف کنید این دوتا رو خیلی کوتاه در مورد 5 دقیقه بفرمایید. ببینید فقط سوء استفاده تبلیغاتیه. ببینید خانم رجوی و فرقه رجوی، یعنی در ماهیت، در کلش، کل نظامشون، میدونم که در قلب ایران هیچ جایگاهی ندارن، نه در ایران، در اروپا. ببینید وقتی کسی مخالفای خودش رو تهدید به مرگ میکنه، پس هیچ جایگاهی در هیچ جای دنیا نداره. الان برن زیر پرچم آمریکا سینه بزنن، آمریکا مگه اینا رو قبول داره؟ اگه قبول داشت که تا الان 1000 بار اینا رو رسونده بود به ایران، چون میدونه ماهیت اینا رو میدونه. شما میتونید اون فیلمی که من براتون فرستادم در رابطه با آلبانیه، فیلم دومه. نه، من همین فیلم فقط گرفتم. شما فقط همین رو گرفت. ببینید فکر کنم پس عکسشو براتون فرستادم. یه عکسی هست از اون قلعه جدیدشون به اصطلاح. بله. اون اگه میخواین نشون بدم، یه عکس. اونو نشون بدید. ببینید شبکه تلویزیونی NBC آمریکا یک شنبه 6 خرداد میگه که افشاگری علیه مجاهدین در بزرگترین تلویزیون آمریکاست. گزارش دهندش هم آقای ریچارد انگل
درباره سازمان در رابطه با فرقه اومده یه فیلمی رو گرفته که گفته که ما تا قبل از این اصلا نمیدونستیم این مسئله بسیار قابل توجهه که یک گروه تروریستی و جنایتکار که خون آمریکایی بر زمین ریخته با افرادی مانند جان بولتون، رودی جولیانی رابطه حسنه داره. گزارش هایی که ما نشون میدیم، یعنی اون ویدئویی که هست، گفته که روابط عمیق جولیانی و بولتون که الان تو تیم ریاست جمهوریه، عکس این عکس نشون میده که از پایگاه مجاهدین خلق در آلبانیه. سازمان مجاهدین خلق یک گروه اپوزیسیون ایرانی با تاریخچه تروریستی است. اخیراً این گروه هزاران دلار به بولتون جولیانی پرداخت کرده. این پایگاه برای یک گروه اپوزیسیون ایرانی نظامی به اسم سازمان مجاهدین ساخته شده. این اردوگاه از مقابل کاملا معمولی به نظر میاد، ولی همانطور که در تصویر هوایی مشاهده میشه یک مجموعه بزرگ با سبک نظامی است. در تاریخ 25 ماه می 2018 در ساعت 9 شب به وقت نیویورک، ساعت 5:30 دقیقه به در NBC به وقت تهران پخش میشه که ماهیت فرقه رو نشون میده. ببینید، خب اینا اجازه نمیدن افراد بیان صحبت کنن. افرادی که توی آلبانی هستن، ببینید تعداد 200 نفر جدا شدن از بس که فرقه و سران این سازمان، سران تروریستی این سازمان افراد رو زیر فشار میذاره. خیلی ها سکوت کردن، خیلی اومدن حرف زدن، اما ببینید افرادی که میان بیرون، وقتی میرن سمت کمیساریا، وقتی که میرن برای خودشون، یعنی اون حقی که دارن، درسته سازمان مجاهدین بهشون نمیده، فرقه رجوی اون حق رو بهشون نمیده، ولی دولت ها بی تفاوت نیستن، از صندوق جهانی دارن به اینا حقوق پناهندگی میدن، میاد برای همون حقوق پناهندگی هم میره توی کمیساریا به اسم اونا، چه میگن، یه چیز درست میکنه که کاراشون به مشکل بخوره. یعنی پرونده سازی میکنه، چوب لای چرخشون میذاره. بعضی وقتا مجبور میشه دولت، یعنی هتلی که برای اینا در نظر گرفته شده، افراد رو بیرون کنن، حق پولشون رو قطع میکنه. ببینید، یعنی این سازمان با این ماهیتی که داره میخواد بیاد مثلا برای مردم ایران چه کار کنه؟ افرادی که 30 سال، 40 سال، یه روز نیست، 2 روز نیست، یه عمره برای خودش گرفته، بدون هیچ و پوچ، بدون هیچ و پوچ میخواد اینا حرف نزنن، میخواد اینا رو به زور نگه داره. واقعا خانم رجوی یا مسئولین سازمان بیان بگن علت این همه مرگ های مشکوک چیه توی آلبانی. قبلا میگفتن دولت عراق اجازه دارو و مواد غذایی رو اینا نمیدن، اجازه نمیدادن دکتر اونا رو ببینه. حالا اینجا توی اروپا چرا نمیان؟ سکته کرد، سرطان داشت. بابا یعنی چی؟ مگه میشه همینطوری؟ بله خانم معینی، ببخشید وقتمون به اصطلاح به پایان رسیده، چون خانم همیرا محمد نژاد هم قرار هست در مورد 6 تا تاپیک صحبت کنن. از شما خواهش میکنم که اگر لطف کنید و در فیسبوک با دوستان در تماس باشید، به اصطلاح این خیلی بهتر میشه، و امیدوارم در برنامه‌های آینده هم باز با شما باشیم، ولی خبرهای بهتر، خوشحالتر، شادتر، چون الان اینجا خوندم که
مادر دو تا از این عزیزان بیمار هستن و حتی خواستن که ما نیم ساعتی باشون صحبت کنیم، بلکه به اصطلاح یک رابطه‌ای بین خانواده ها و اعضا یا اعضایی که جدا شدن برقرار بشه. درباره اینکه بعضی ها ساکت میشن یا سازمان بهشون فشار میاره، میشه گفت کسی که معروف ترین هست پسر خود آقای رجبی، دوستان، مصطفی رجبی، درست میگم اسمش رو؟ بله. محمد یا مصطفی، هر دو. بله، این رو من یه مقاله‌ای هست براتون میخونم که خودش گفته که ایشون بدبخت‌ترین آدم هست. امیدوارم بیان و صحبت کنن ایشونم و ثابت کنه که میتونه و جرأت داره که از سازمان که جدا شد، حالا یا به خاطر حقوق یا به خاطر منافعی که داره، به اصطلاح مهر سکوت رو لبش نزنه و بیاد صحبت کنه. من از شما بسیار ممنون و متشکرم و امیدوارم باز هم در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون که با ما بودید. خواهش میکنم، ممنون که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. ببخشید دیگه، انشاءالله دفعه دیگه با چیز بهتر. روز خوبی داشته باشید. خیلی ممنونم. شما هم همینطور. مرسی. دوستان عزیز، با خانم زهرا معینی بودیم. اسم ایشون رو در یوتیوب که تایپ کنید، ویدیوهای قبلی هست، موجود هست، ببینید اونها رو. و همونجوری که گفتم، اینها دوستان سالیان سال هست که در سازمان بودن و الان هم 5 سال هست که در تلویزیون مردم خاطرات خودشون رو میگن و شما به اصطلاح حق قضاوت رو به شما واگذار میکنه. بریم سراغ خانم همیرا محمد نژاد. ایشون هم قبلا در برنامه های ما بودن و ویدیوهای قبلی موجود هست و شما هم میتونید اون ویدیوها رو از بایگانی تلویزیون مردم، از بایگانی کانون آوا و روی یوتیوب و گوگل هم تماشا کنید. بذارید ببینم که ارتباط ما برقرار شد یا نه. تصویر ویدیویی نداریم. بله، دوستان میگن که به زودی انشالله میاین. منظورشون پسر آقای رجبی هست، محمد یا مصطفی رجبی. خانم محمد نژاد، اگه با ما هستید، ما تصویر ویدیویی شما رو نداریم. من صدات ندارم. بله، خب صدای من مهم نیست، تصویر شما مهمه. اگه لطف کنید، من فکر کنم یا سیستمی که استفاده میکنید، مثلا لپتاپ، کامپیوتر، باید بهش بگید که از کدام دوربین استفاده کنه و من الان تصویر شما رو ندارم. در صورت میتونم اون پوستر رو نشون بدم تا اینکه شما ارتباط، یا میخوان قطع کنم شما از اون طرف دوباره زنگ بزنید، شاید اونجوری تصویر شما. بله، دوباره زنگ بزنید لطفا. بله، بعضی وقتا این اشکالا پیش میاد وقتی که با اسکایپ هستیم. دوستان اگر دفعه قبل از یک کامپیوتر دیگه استفاده کرده باشن، اسکایپ اشتباه میکنه. بله، الان درست شد، بسیار عالی و خیلی خوشحالم که شما رو هم داریم، هم تصویر هم صدا. اجازه بدیم من فقط تصویر شما رو اینجا به کامپیوتر هم بدم، کامرای دو. خب دوستان عزیز، با خانم همیرا محمد نژاد از انجمن زنان ایران از آلمان صحبت میکنیم. ممنونم از ایشون که با ما هستن. و اولین تاپیک یا موضوع، هشدار نسبت به برگزاری شو تبلیغاتی سالانه فرقه رجوی در فرانسه است. لطف کنید نظرتون رو بفرمایید تا بعد درباره 5 موضوع دیگه هم با هم صحبت کنیم. ضمناً ویدیوهای قبلی ایشون همونجوری که گفتم در بایگانی کانون آوا هست. از کانون آوا خواهش میکنم اگر میتونن لینک اون ویدیوها رو در هر برنامه‌ای اینجا بذارن. آقای کرمی مخصوصا برای این کارا خوبه. خیلی ممنون، بفرمایید خانم محمد نژاد. سلام عرض میکنم به شما آقای صوبی و همه بینندگان و شنوندگان. همونطور که گفتین، موضوع اولی که میخواستم بهش اشاره کنم همین مراسم در واقع شوی سالیانه سازمان که پاریس اجرا میکنه هستش. دوست دارم اول به پروسه این داستان که اصلا این داستان 30 خرداد از کجا اومده اشاره کرده باشم. همونطور که میدونیم
از سالهای اولیهی که سازمان به خارج اومدش 30 خرداد و تحت عنوان سرفصل آغاز مسلحانه و روز شهدا همیشه دست به راه پیمایی های مفصلی میزد که من خودم اوائل که به آلمان اومدم توی تدارک این راه پیمایی ها در شهر پولن یکیشو به عهده داشتم که باید در واقع نیروهای ایرانی رو توی کل آلمان جمع میکردیم، اونایی که به هر حال هوادارن یا هوادار نیستن باهاشون باید توضیح میدادیم و اینا رو جمع میکردیم واسه این راه پیمایی ها. ولی بعدها به ویژه بعد از اینکه صدام در واقع بعد از سقوط صدام و تضعیف موقعیت سازمان دیگه این نامگذاری به روز شکست توطئه 17 ژوئن نامگذاری شد، در واقع اومدن اسمش رو فقط عوض کردن و دیگه سخنی از مبارزه مسلحانه به میان نیومد، چون اصلا دیگه خب مبارزه مسلحانی هم دیگه در جریان نبود به قول معروف، چون دیگه به طرف حساب‌های دیگه هم که اصلا خوش نمیومد که اسم اینو بذارن به قول معروف جشن دارن این داستانو میگیرن. به هر حال سر و بدن یه سازمان که خب توی عراق تحت حاکمیت صدام بودش و برای رجوی فرقی نمی کرد که سازمان حالا توی لیست سیاه غرب باشه یا نباشه، یا اینکه اصلا دولت‌های اروپایی و آمریکایی نظر مثبتی نسبت به سازمان داشته باشن یا نداشته باشن، چون پول و تسلیحات و کمک‌های لوجستیکیشو که از دولت عراق تامین می‌کرد. و اما از اونجایی که بعد از سقوط صدام دیگه بودن توی لیست سیاه مشکل زیادی واسش ایجاد میکرد که مهمترین اون در واقع جابجایی پولایی بود که در دوران صدام خب اونا رو به راحتی انجام میداد و همونطور که همگی میدونن سازمان تمامی کارهاش رو تا به حال از روزی که ما سازمان رو میشناسیم همیشه با رشوه و پول پیش برده، وگرنه واقعی که بخواین چه کسی حاضره که بیاد توی گرده همایی های اینا شرکت کنه؟ خانم معینی اشاره کردن، چند نفرم نوشته بودم به هر حال این موضوع رو که حتی با 50 یورو به دانشجوها میگن که بیاین 3-4 روز واسط و هتل میگیریم و بعد میتونین اونجا به هر حال خوش باشین و هم یه گردش واسطون 50 یورو هم به هر حال پول تو جیبی واسطشون میدن. و اما راه اندازی یه چنین برنامه واقعا خب کار دشواریه، از جمله مثلا بیان 10-12 هزار نفر رو از پناهجویان و شهروندان کشورهای اروپایی و اروپای شرقی و آسیای میانه رو بیان تحت عنوان اجتماع 100 هزار نفری غالب کنن. میدونین هرچند که خب هیچ رسانه‌ای ما تا به حال ندیدیم در مورد این به قول معروف گرده همایی 100 هزار نفری گزارش بده، ولی خب واسه سازمان که دروغ گفتن همیشه این خیلی راحت بوده. به هر حال بازم این دفعه هم خواهد بود، منتظرش حالا هستیم. اگه دقت کرده باشین فقط توی این گرده همایی ها از ردیف های جلو فقط فیلم برداری میشه، در واقع خب به هر حال این یه چیز تبلیغاتی واسه سازمان داره. و جالب اینه که اگه نگاه کنیم ردیف‌های پشت رو همیشه به صورت تار نشون میده و تمامی این فیلم هم هیت مستمرن تکرار میشه و به هر حال این فیلم یک در واقع چی میگن روحیه دادن به افراد خودش هم هستش که نشون بده که چقدر جمعیت اومده بودن و چقدر از این سیاست مداران اومده بودن و یک کمی به هر حال بتونه به افرادش روحیه بده. ببینین همچنین وعده ها و دستمزدهایی که اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم بعضی از این دستمزدها به همین سیاست مداران و وزرای سوخته
کشورهای دیگه بازنشسته بگیم. حالا ببینید بعضی وقتا حتی دقیقی در واقع بالای 2000 دلاره و یا بالاترین اونها حتی 10000 دلار بوده تا جایی که من تحقیق کردم و به هم این گزارش ها رسیده. یعنی ببینید چه میزانی، همون که اولش گفتم اشاره کردم، گفتم که سازمان همیشه پارش پارشته بوده. یعنی ببینید چه انرژی میذاره، افراد رو جمع میکنه با چه پولای هنگفتی، قبلن هم صحبتاشو کردیم و همه میدونن که فقط واسه یه داستان بیلپند خودش بیاره اینا رو به نمایش بذاره. برای سخنرانایی که از کشورهای خاورمیانه میان، اول اینکه ویزای فرانسه واسه شون گرفته میشه، اقامت یک ماهه، پرداخت هزینه هتل، گردش توی پاریس. اگر خیلی ما دقت کنیم میبینیم که خانم مریم رجبی بعد از اینکه تمامی این داستانا، داستانه ویلپن و اینا تموم میشه، بعد از اون هنوز هی مصاحبه های مختلف با همین افراد ادامه داره و این داستان وقتی که میبینیم همینطوری تا هفته ها میگذره و همین داستانا رو پیش میبره. برای اینکه ببینید تمامی اینا رو تا مدت ها توی پاریس میگردونن، سر سفره ایشونن، ایشون پول مکفی میدن و تو این همین فاصله هم این مصاحبه هاشو به هر حال ضیافت هاشو با اینا انجام میده. کسانی که توی عراق بودن و تو بخش به اصطلاح اجتماعی سازمان کار کردن خودشون با این مقولات آشنا هستن. حالا باید دید که این بار چطور این مراسم اینا میخوان برگزار کنن و آیا شگرد جدیدی رو در نظر گرفتن که به هر حال هممون خواهیم دید که داستان چیه. داشتم گفتم که این مراسم اسمش در اوایل، در واقع اون اوایل، تحت عنوان سرفصل مبارزه مسلحانه و روز شهدا نام داشت. و اما خانم رجوی اسمش رو به قول خودش به آزادی از زندان تغییر داد، که البته اینم یک داستان خیلی مفصلیه. ببینین ایشون فقط 14 روز توی بازداشت بود، اونم بازداشت کجا؟ بازداشت وزارت کشور فرانسه. و 14 سال این نشست‌های صوتیش که برای اشرف و لیبرتی اون موقع ها می داشت از خاطراتش توی زندان تعریف می کرد. داستان 14 روزه و داستان 14 ساله که ایشون تعریفاش همینطوری ادامه داشته از زندانش. شما ببینین اینم باز یه پروسه داره که خانم رجوی یه کمبود ویژه‌ای داشت تو این رابطه، که خب ایشون زندان نبوده و هیچ خاطره‌ای تو این رابطه نداشت. و در برابر کسانی که سالیان توی زندان به سر برده بودن، واسه ایشون یه عقده شده بود و دوست داشت که این خلأ رو پر کنه، که البته از کسی که جمع کردن چندین هزار شهروند پناهجوی غیر ایرانی رو به عنوان اجتماع 100,000 نفری معرفی میکنه، بکنم این داستان هم اصلا تعجبی نداره که خودش رو تو اون 14 روز اونم توی بهترین امکانات به عنوان یک زندانی معرفی کنه. که خانم معینی توضیح داد که سر همین داستان چه بچه هایی رو، چه جوانایی رو به آتش سوزی مجبور کرد، که واقعا هم تا امروز هم خیلی میبخش این کلمه رو به کار میبرم، ولی این زن یک ذره خجالت نکشیده که چجوری افراد دیگر رو ناقص کرده. منظورتون خودسوزی افراد؟ خودسوزی نام زن. البته خب سخت‌ترین شکنجه‌ای که این خانم به قول خودش
توی زندان متحمل شد که اونم فکر کنم همه میدونیم که روسری ایشونو از سرش برداشتن، که جانانه ترین مقاومتی که ایشون توی این داستان انجام داد کولیور خودش رو روی سرش کشید و به عنوان روسری استفاده کرد، و در حالی که خیلی ها که تو زندان شکنجه شده بودن، تجاوز شده بودن بهشون، ایشون از همین داستانش به عنوان یک سمبول خیلی بزرگ از خودش همیشه تعریف و تمجید کرد. و نهایتا فکر میکنم که دوم ژوئیه بود که آزاد شدش و در سازمان این روز رو به عنوان یک روز خیلی فرخنده و شاد همیشه جشن گرفتن. که خیلی متاسفم، ولی به هر حال دوست داشتم که این پروسه‌ای که اصلا از کجا این داستان 30 خرداد شروع شد به این اشاره کرده باشم، و این داستان ویلپن که الان به قول معروف یه شوی دیگه تکراری شده که همیشه واسه ادامه داره، که بدونیم که اصلا از کجا شروع شده. بسیار ممنونم. پس همونجوری که من گفتم این اسمش عوض شد، اصلا به خاطر یه برنامه دیگه شروع شد، ولی اینا اون رو هم عوض کردن، همونجوری که سازمان مجاهدین رو عوض کردن و امروز تبدیل به یک فرقه شده. اگه لطف کنی درباره، چون الان تقریبا نیمی از سال 2018 هم گذشته، نگاهی داشته باشید به تحولات و تشکیلات سازمان مجاهدین از ابتدای سال 2018 میلادی. بفرمایید. ببینین، تغییر و تحولات توی تشکیلات سازمان مجاهدین که بدنه اصلی اون در حال حاضر توی آلبانی مستقره، خیلی شتابانه در واقع، که خطر از همگسستگی تشکیلات رو ما بیشتر از پیش احساس میکنیم و در واقع میبینیم. که من تو اینجا سعی میکنم اول تیتوار همه موضوعا رو بهش اشاره کنم و بعدن بیشتر روشون توضیح بدم. ببین، اولش جمع‌آوری پایگاه‌های پراکنده‌ایه که اصلی ترین اونها توی منطقه کاشار، اگه اسمشو درست بگم، به نام مفید بود، و آخرین اون هم گیتی در منطقه کمبینات بود که تا همین اواخر برپا بودش. اگه بچه ها اطلاع بیشتری دارن، کسایی که الان روی خطن، خیلی خوشحال میشم که اطلاعات بیشتری بدن. من از اولم گفتم تمامی این موضوعی که من اینجا اشاره بهش میکنم، یعنی واقعا سعی میکنم تا اونجایی که شده تحقیقات درستی انجام بدم و موضوعی درستی رو اینجا بتونم بیان کنم، ولی خوشحال میشم که اگه کسایی که بیشتر اطلاع دارن بهش اشاره کنن. خب چون شما این نکته رو گفتید، آقای رزاقی اگه اشتباه نکنم، بله، نوشتن که پاتریک کندی دریافت 25,000 دلار از مجاهدین، و خود من هم این رو میدونم، و این آقای کندی، دوستان برید بخونید، یه آدمیه که معتاد به داروهای قوی بود و اینجا چند تام تصادف شب نصف شب توی به اصطلاح واشنگتن انجام داده بود، و وقتی هم حرف میزنه اصلا یه حالت عجیبی داره، مثل اینهایی که قشی هستن و سکته‌ای هستن و اینا، و بالاخره خب اینا هم افراد سالم و درست که نمیتونن پیدا کنن، یا جولیانی مافیایی باید باشه، یا اون نوتگنگریج زنباره باید باشه، یا اون شهردار قدیمی سان دیگو باید باشه که وقتی برگشت اینجا گندش بالا اومد، و خلاصه یه مشت آدمی رو که همشون لقب سابق رو یدک میکشن. در اصل ممنونم از دوستان. و آقای محمدی هم نوشته که به زودی دوستان جدیدی میان که از سازمان جدا شدن، ما هم بی صبرانه منتظر اونها هستیم. ببخشید که من حرف شما رو قطع کردم و میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. ببینید، دوم، پرداخت هزینه زندگی افراد توسط کمیساریای عالی پناهندگانی که خانم معینی هم بهش اشاره کردن، که بین جدا شدگان به رمسا معروف هستش، که در واقع ضربه سنگینی به سازمان زدش که علت و تاریخچه اون رو هم باز توضیح میدم. موضوع سوم، شتاب در فرار و ریزش نیروها هستش که به بالاترین سطوح سازمان رسیده، که دفعه پیشم بهش اشاره کردم که باز
الانم یه اشاره کوتاهی بهش میکنم. و چهارم افشای ماهیت سازمان توی افکار عمومی آلبانیه که توسط جامعه جدا شدگان صورت گرفته از روزی که به هر حال اونایی که از سازمان جدا شدن و اومدن صحبتاشون رو کردن، به هر حال مردم اونجا در واقع دیدگاهشون نسبت به سازمان خیلی روشن‌تر شده و متاسفانه البته خب این داستان دردناکیه، ولی حتی حاضر نیستن که افراد خودشده سازمان رو توی قبرستان شهروندان اونجا دفن کنن. که من خودم وقتی که این موضوع رو شنیدم یعنی واقعا خیلی ناراحت شدم که الان توضیح نمیدم، بعدا میام روی این داد. پنجم، برگزاری جلسات روانکاری واسه برای جدا شدگان با عنوان قربانیان و آسیب دیدگان روانی که این هم ناشی از افشای فشارها و شکنجه های روانی و مخشویی تحت عنوان انقلاب ایدولوژیک که توی سازمان همیشه این انقلاب ها ادامه داشته بوداره در عراق تو جریان بوده و همکنون هم که خودمون میدونیم که آلبانی باز خیلی با فشار بیشتر ادامه داره. اول اینکه چرا سازمان مجاهدین ساختمان‌های شیک و آپارتمانی رو که توی آلبانی توی مرکز شهر که به هر حال بکنم گونچه چی میگن هر کسی اینو دوست داره داشته باشه، اینا رو تخلیه کردش و به بیابونای خارج از شهر و مکانهای ایزوله رفتش، مکانی که حتی من از بچه هایی که از اونجا تازه اومدن شنیدم که توی یک نقطه خیلی گود قرار داره و با کمترین بارش توش آب جمع میشه و در واقع اصلا زندگی تو اونجا یعنی اصلا غیر قابل چی میگن فکره و هر عقل سلیمی هم البته که دوست داره که توی شهر تو ساختمان‌های برای حالا شیک هم نباشه حداقل جای زندگی باشه سکنا داشته باشه. خانم محمد نژاد، این ماجرای آب گرفتگی و تا بارون میاد اینا مثل که اینا هر جا میرن همین ماجرا رو دارن، یعنی اگر به قول شما یه جایی هم میرن تو آلبانی چهار تا آپارتمان اولا تمیز طبقه های بالا که آب نمیاد، اینا خودشون اونا رو ول میکنن میرن دنبال یه جایی میگردن که توی گودی باشه و آب بیاد سراغشون. حالا این ماجرای آب و به اصطلاح شاید دنبال اون ضرب المثلیه که میگن آب نمیبینن و الا شناگرهای ماهری هستن، حالا اینا آب رو هم باز کردن توی اون اشرف یا قلعه شماره 3 و ببینیم اون 997 تای دیگه‌ای که قرار شده باز کنن اینها رو به کجا خواهد رسون. بفرمایید آقای سوری. فقط اینجا یه اشاره کوچیک میکنم بعد برمیگردم به این موضوع. اینو گفتین ببینیم توی سازمان همیشه رسم بود هر وقت که به بچه‌ها یه ذره مثلا خوش میگذشت و یه ذره مثلا کار کم بود و اینا، یعنی تری سعی میکردن یک برنامه‌ای رو وسطش بیارن که این داستان رو به هم بریزن. ما اون موقعی که رفته بودم هنوز داستانای این همه نمیدونم شروعکاری و جنگ و اینجور چیزا و نمیدونم حمله رژیم باشه باید این حرفا نبود. بعد ولی هر روز خدا ما رو میفرستدن واسه یه سنگر کندن، بعد این کیسه های شن و الان یادم رفته چند کیلو میشد، به هر حال به اندازه مکفی بود که به هر حال من اون موقع سنم کم بود و بچه های حالا من خب به هر حال یه ذره جستم بزرگتر بود ولی بچه هایی بودن که واقعا جستای کوچیکی داشتن. بعد ما دخترها اینا رو پر شن میکردیم و هی اینا رو برمی داشتیم میبردیم میچیدیم این سنگرها رو درست میکردیم، بعد چند روز دیگه باید اینا رو خراب میکردیم دوباره خالی میکردیم. این اصلا دو کار سازمانه، همیشه باید یه کاری بکنه که به هر حال همه
مشغول باشن. مشغول باشن. به این کار تو ارتش میگن بیگاری، یعنی یک کاری رو شما انجام میدین با سخت در این شکل بدون وسیله و هیچ هدفی هم ندارن جز همون که شما گفتید، اتلاف وقت و شماها رو سرگرم نگه داشتن. بله. داشتیم در مورد این ساختمان‌های آپارتمانی صحبت می‌کردیم. ببینین اگر سازمان الان مثلا یک کار نظامی داشت، آماده سازی عملیاتی داشت، خب حالا مثلا یک کمی قابل درک بود. ولی توی یک کشور اروپایی عضو ناتو، اونم هزاران کیلومتر دور از مرزهای کشور، اصلا این معنایی داره که یک چنین کاری رو بکنن و افراد رو به یک جایی ببرن که اصلا قابل زندگی نیست در واقع؟ که باز این هم علتش ویژگی فرقه‌ای این سازمان هستش که با جامعه انسانی در واقع همیشه در تضاد بوده. یه اشاره‌ای میکنم اینجا، یه سوالی گفته شده بود که چرا خیلی از افراد هنوز دارن از این سازمان طرفداری میکنن. ببینین ببینین تفاوت اینو ببینین که انسان‌های خوب و انسان‌های بد، چرا انسان‌های بد وجود دارن، چرا انسان‌های خوب وجود دارن؟ آیا ما میتونیم واسه این یک معنی بدیم؟ این طبیعت افراده. ببینین من خودم وقتی که من یکی از دوستای صمیمی خودم با طرف نمیشه گفت طرفدار، ولی به هر حال چون برادرش توی سازمانه سعی میکنه باهاشون آروم باشه، توی مثلا نشستاشون نمیره، همیشه بهانه‌ای در میاره، ولی ازشون بدم نمیگه و دوستم نداره کسی ازشون بد بگه، برای اینکه همیشه میگه برادر من اونجا. واسه همین ببینید واسه این تعریفی وجود نداره. به هر حال بعضیا واقعا شاید مسخ این داستان شدن که فکر میکنن سازمان یک کاری میتونه بکنه، بعضیا شاید واقعا چشاشون رو بستن و نمیبینن. یعنی اینا چیزاییه که به هر حال ما نمیتونیم روش زیاد حرف بزنیم و اگر ما امروز اینجا میشینیم و حرفامونو میزنیم، ببینین ماها از روی فاکت حرف میزنیم، فقط فاکت، که افراد بتونن از این فاکت ها استفاده کنن. چون روی هوا حرف زدن و من اهل این که بشینم تحلیل های سیاسی نه بلدم نمیخوام بکنم، ولی داستان هایی که برای خودم سعی میکنم تحقیقاتی رو بکنم روی فاکت باشه، الان چه اتفاقی داره میفته، الان چه جوریه، و چیزاییه که به هر حال ببینیم ما میبینیم، یا من چشم رو میبندم نمیبینم پس تغییری نمیکنه. به قول نفری که نوشته بودن چرا هنوز افراد خیلی بعضی هاشون طرفدار سازمانن، میگه اینا چیزایی که به هر حال انتخاب شخصیه. من برگردم به موضوع خودم. در مورد این داشتم میگفتم که به هر حال ویژگی سازمان همیشه این بوده که با جامعه انسانی تضاد داره، که البته همینجا دوست دارم از فرصت استفاده میکنم و یک خبر جدیدی رو که همین دیشب شنیدم که یک سری از که البته دوست میکنم دلگرمی زیادی هم واسه افراد دیگه باشه، افرادی که هنوز توی سازمانن، چون میدونین سازمان در حال هممون میدونیم که چطوری با شعارهای با دروغها که افرادی که جدا میشن که ما هم جزوشون هستیم به هر حال آدم های بدبختی میشن، و الان هم که توی آلبانی هستن میگه که بهشون خونه داده نمیشه، به لحاظ مواد صنفی هم پروبلم دارن، همشون تو خیابونا زندگی میکنن و و و و های دیگه. دیروز دولت آلبانی اعلام کرد یه واسه پناهجویان مسکن میدن، و چون همونطور که گفتم سازمان دروغای زیادی توی این رابطه میگه، من فکر میکنم این دلگرمی خوبی باشه واسه افرادی که میخوان از سازمان جداشن ولی جرأتشو ندارن. و موضوع جدیدی دیگه هم که باز اینم کاملا به قول معروف جدیده، اونجا تلفن‌های همین تلفن‌های سامسونگ دستی اینا به عنوان
تلفن های لمسی معروفه توی افراد فرقه. بعد سازمان الان یه سری تلفن های مخفی داشتن، سازمان در جریانش نبوده که الان در جریان قرار گرفته و سعی میکنه که همه این تلفن ها رو جمع کنه. و چون تو این چیز هستش که میگه که اطلاعات ما چجوری داره میره بیرون، پس از طریق همین افراد خودشه دیگه. و خیلی از چند نفر از این بچه های سازمان هم گفتن که ما تلفنامون رو نمیدیم و گفتن که ما جدا میشیم. این هم یکی از خبرهای جدید دیروز. و اما موضوع دومو بهش اشاره میکنم، اگه سوالی ندارین من ادامه بدم. من سوالی ندارم، شما لطف کنید در مورد همین چند تا موضوعی که گفتید صحبت کنید. ممنون. موضوع دوم بازگشت رمسا در پرداخت هزینه زندگی جدا شدگان هستش که حتما میدونید که توی آلبانی کمیساریای عالی پناهندگان مسئولیت افراد سازمان مجاهدین رو به عهده داره و دولت آلبانی در واقع هیچ پشتیبانی از اونها تا به حال نکرده، به جز این خبر اخیر که حالا ببینیم بقیه‌اش چجوری خواهد شد. سازمان مجاهدین هم اعلام کرده بود که سازمان خودش رو موظف به تامین هزینه زندگی افرادش توی آلبانی اعم از جدا شده یا توی تشکیلات در واقع میکنه. اما با وجود این هر کسی که مایل نبود از سازمان پول بگیره میتونست پولش رو از کمیساریای عالی بگیره. سازمان برای اینکه بتونه کمیساریا رو کاملا کنار بزنه میاد و میزان دو برابر در واقع یعنی 500 دلار به افراد پیشنهاد میده و این پول رو بهشون میده، که البته خب طبیعیه هر کسی به هر حال وقتی میبینه که میزان خیلی بیشتره خب به سمت میزان بیشتر میره دیگه، میگه که چرا که نه. و اما وقتی که تعداد خیلی بیشتری اومدن و از افراد جدا شده با اینا و گفتن که اوکی ما پولمون رو از سازمان میگیریم، رمز هم که دید که خب چند نفر بیشتر فقط نموندن که از اینا از کمیساریا پول میگیرن، خب همه رو رها کرد، خب همه تون برید پولاتون رو از سازمان بگیرید. سازمانم که خب مثل همیشه وقتی دیدش که الان بدون رقیب شده از یه طرف شروع کرد به کم کردن کمک مالی، یعنی ابتدا از 60,000 لک به 45,000 لک اونو رسون و بعدن هم تا جایی که به من گزارش شد حتی به 30,000. و از طرف دیگه هم اومد فشارهای روانی و تحقیر و دریافت مستمری رو با شروط به امضای برگه های اعتراف به خیانت، در واقع فرد رو این نقطه باید خودش رو خونخوار شهدا معرفی میکرد و اینو حتی امضا میکرد و در این صورت اگر این شرایط رو قبول میکرد این فرد این پول رو بهش میداد. ببخشید خونخوار شهدا یا خونخوار شهدا، یعنی در واقع ما شهدا رو زیر پا گذاشتیم دیگه. ای بابا این کلمه برای من جدیده، خونخوار شهدا. بله روزی داشتم آقای سربی از سازمان میمدم بیرون، بعد به من این کلمه خود من گفته شد، بعد که تو داری خون شهدا رو زیر پا میداری خونخوار شهدا به من گفتش، انا اسمش یادم رفته حالا به هر حال. ولی آره تو سازمان از این اصطلاح ها زیاد استفاده میشه متاسفانه. به هر حال این شرط هایی بود که سازمان در واقع به عنوان در واقع پول جاسوسی بگیم اسمشو و اینکه برن تهیه عکس و خبر از جدا شدگان بکنن از بقیه افراد جدا شده و اینا شرط هایی بود که سازمان گذاشت. و تو این وضعیت تعداد زیادی از همین جدا شده ها اومدن به وزارت کشور و مسئولین و وکلای کمیساریا شکایت کردن و کمیساریا دوباره اومد مسئولیت پرداخت هزینه رو به عهده گرفت. یه سازمان که دید که آها
چه اتفاقی افتاده، تازه فهمید که اشتباه مثل همیشه اشتباه بزرگی انجام داده و پشیمون شد. و ولی دیگه خب کار درست شدنی نبود. یکی از علتهای شتاب در فرار و ریزش نیروها اگه نگاه کنیم همینه که الان به هر حال میشنون که تأمین مالی میشن از طرف کمیساریا و به هر حال یک دلگرمی که میگیرن علارغم اون در حال شعارهایی که سازمان میده، دروغایی که بهشون میگه که شما اگه رفتین بیرون بدبخت میشین و هیچ کس به شما کمک نخواهد کرد. در حال ما باید ما این بر مرز نشستیم، این افراد هنوز اونجان، افرادی که سالیان سال ارتباط خاصی با افراد دیگه نداشتن و باید فراموش نکنیم که اینا حتی اگرم یکی دو خبر هم از این بر و اون بر بشنون، باز هنوز تمامی اینا رو با شک و تردید نگاه میکنن، چون در هر حال ببینید واقعا میترسن. این بچه کوچیکی که تازه پا میشه راه بره، صد بار میفته زمین، اولش میترسه راه بره، باید دستشو بگیری بگی که راه برو نترس من پیشتم. به هر حال اینا چیزایی که داستان همینطوری ادامه داره تا ببینیم به هر حال به کجا میکشه. در نتیجه الان اولش اشاره نکردم، همین اخیراً هم باز حدود موقعی که من داشتم در واقع تحقیقاتم رو توی این مسئله انجام میدادم، حدود 20 نفر از سازمان اومدن بیرون که اونم باز توی رده های مختلف تشکیلاتی و سنی بود و 3 تا خانم اومدن بیرون که من هنوز از گفتن اسمها اینجا معذورم و همین پریروز هم یه خانم دیگه اومد بیرون که اینا خب خبرهای جدیدیه که من دارم. و به هر حال وقتی که افراد میبینن که به لحاظ مالی تامین میشن، خیلی هاشون حتی این جرأت رو پیدا میکنن که از مناسبات فرار کنن. در حال این یک چیز واقعیه، این ترس که بیای بیرون و هیچی نداشته باشی. و البته خب خیلی هم هنوز توی صف انتظارن که این هم به هر حال هر وقت که خبرهای جدیدش اومد حتما ما اعلام خواهیم کرد. ببینید داستان، همین داستان ریزش نیروی سازمان به حدی سنگین بود که حتی مریم رجوی که ببینید توی این دورانی که ایشون آخه عادت داره داستانای همین میلپند و اینا رو همیشه خودش سازماندهی میکنه، خودش بالا سر این داستانه که همه این داستانا به هر حال بدون درس همه یک به یک انجام بشه، ولی اونقدر دیگه داستان به قول معروف به طور وحشتناک این ریزش نیرو به خود ایشون هم فشار آورده بود که همین چند مدت پیش پاشد اومد توی آلبانی و در واقع میخواست داستان الان آلبانی رو یه ذره تحت کنترل بگیره و بعد از بیرون کشیدن ترامپ از قرارداد برجام برای اینکه به افرادش بتونه یک روحیه‌ای بده که البته من تا اون موقعی که تحقیقاتم رو میکردم ایشون هنوز یه آلبانی بودش، الان خبری ندارم. و چند روز پیش هم خبر از فرار گفتم که باز چند تن دیگه اعلام شد که بعدها بهش بیشتر اشاره خواهم کرد، البته این منظورم امروز نیست. و الانم برای اینکه ابعاد جدا شدگان جدا شدن افراد آشکار نشه، قبل از اینکه اصلا افراد بیان از سازمان جدا بشن، اینا میان توی یک منطقه خیلی دور و غیر قابل دسترس به قول معروف واسه شون از قبل خونه میگیرن و بعد افراد رو میفرستن اونجا. در حال حاضر هم سازمان افرادی رو که حتی خودش به دلیل عدم همکاری یا اینکه برگه اعتراف به خیانت رو امضا نکرده بودن رو
قطع کرده و هزینه اونها رو که قطع کرده بود از ترسش که داستان دیگه خیلی وحشتناک نشه که افراد به قول معروف این جدا شده ها بیشتر نرن و شروع کنن به هر حال دهنشون رو باز کنن و واقعیت ها رو بگن، سعی میکنه که مستمری اینا رو خودش پرداخت کنه. اما جدا شده دام که تجربه اخیر و وابستگی مالی به سازمان رو به هر حال همونطور که توضیح دادم فهمیدن که اولش سازمان گفت بیایم پولاتون رو میدیم، بعدا هی نس 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 و بعدش هم که به هر حال پول به عنوان پول جاسوسی میخواست بهشون بده، واسه همین خیلی هاشون دیگه گفتن که ما از سازمان نمیتونیم و خودشون رو قانع کردن از همین از همون اولش از کمیساریا این پول رو بگیرن و به هر حال زیر این داستان بمونن. و اما علت فرار روزافزون افراد رو هم که در بالا توضیح دادم و اینجا میرسم حالا به بحث این که افشای ماهیت سازمان توی افکار عمومی آلبانی که داستانش واقعا فکر میکنم واسه خود من خیلی دردناکه ولی به هر حال یه چیز واقعیه. اصولا هر جایی که تعدادی از جدا شده ها حضور دارن به هر حال به طور خود به خود تبدیل به یک محیط برای افشای اون چی که در درون سازمان و مناسبات سازمان بوده و هستش میشه و هیچ کس نمیتونه باور کنه که توی سازمان مجاهدین در واقع چه به روزشون اومده و اینکه چطور توی سازمان افراد همیشه در صحبت‌های دفعه پیش هم به این داستان اشاره کردم که همیشه مجبور فقط به در واقع من اسمشو میذارم پرستش تو این نقطه فقط تعریف و تمجید از مسعود و مریم باید میشدن و هیچ کس نمیتونه باور کنه که افراد توی سازمان حتی حق داشتن ارتباطات عمومی رو و ارتباطات با خانواده خودش و همونطور که خانم معینه گفتن با افراد نزدیک خانوادش رو هم نداره. در واقع حتی افرادی که مال یک عضو یک خانواده هستن و توی خود حتی سازمان هستن اگه بخواهن همدیگه رو ببینن اینا هم همه تحت نظارت شخص سوم انجام میشه. همینطوری نیستش که طرف خیلی آزادانه بتونه البته این داستان به داستان امروز نیستش، اون موقع هم تقریبا میشه گفت همینطوری بود کم و بیش چون به هر حال اون موقع ها یک هفته یک بار یک شام عمومی گذاشته میشد که افراد میتونستن توی اون شام عمومی البته ببینید این داستان من داستان خیلی وقت پیش ها ولی بعدها اصلا این داستان ها دیگه نبوده، بعدها کاملا زنها رو جدا کردن، کاملا آقایون رو از زنها جدا کردن، یعنی داستانایی که من تعریف میکنم یه ذره چیزای داستانای خوبه، خاطرات خوبه اون دور است. بعدها خیلی وحشتناک شده بود که الان ببینین دیگه خیلی به طور مضاعف و وحشتناکتر این داستانا شده. یک داستانی که به هر حال تمامی این داستانی که الان گفتم وقتی که مردم آلبانی این داستانا رو میبینن دافعه عجیبی و خیلی بدی الان به افراد سازمان دارن و متاسفانه حتی دیدن این لباس هاشون طرز رفتارشون به هر حال من خودم یه ویدئویی رو میدیدم از یک نفر به صورت مخفی یه ویدئویی تنظیم کرده بود از چند نفری که از سازمان رفته بودن توی یک فروشگاهی خرید کنن، یعنی واقعا آدم فکر میکرد که این فرد اصلا از کره ماه اومده. آدم واقعا از صمیم قلب ناراحت میشد از این داستان و ببینین داستان عمقش به کجا رسیده که حتی افراد مرده سازمان رو شهروندای آلبانی اجازه حتی نمیدن که توی قبرستونشون دفن بشن. من خودم از این داستان خیلی تکون خوردم. خانم مرضیه رضایی که توی
قبرستان شهروندان همونجا دفن شده بود. مردم یه سری از همین شهروندان اونقدر جمع شدن اونجا که مجبور شدن آخر سر قبر ایشون رو باز کنن و ایشون رو از اونجا منتقل کنن. البته این دوست دارم تو این فرصت از این فرصت در واقع استفاده کنم. من چون خیلی تحقیق کردم، سعی کردم بدونم که علت مرگ خانم مرضیه رضایی چه چیزی بوده، ولی واقعیتش خودم تا به حال چیزی پیدا نکردم. تا اونجایی که فقط شنیدم ایشون یه آدم خیلی سالمی بود، مریضی خاصی نداشت، ولی به هر حال مخالف سازمان بود. واسه همین من واقعا مشکوکم که به نظر من این یک مرگ طبیعی نبوده. ایشون اگه الان تا جایی که من یادم میاد ایشون متولد 1949 باید باشه اگه درست یادم باشه. مرضیه که اونجا بهش آذر رضایی میگفتیم یکی از بچه هایی بود که سازمان اون موقع ها به صورت خیلی وحشتناکی روی دوران ازدواج ها، هنوز به طلاق داستان انقلاب ایدولوژی که خانم مریم نشده بود، که تحت فشار خیلی روحی وحشتناکی ایشون رو گذاشته بودن که ایشون ازدواج کنه، که اینم هیچ وقت زیر بار نرفت. و اون موقع ها ما با هم دیگه کار میکردیم، واقعا یه دختر خیلی مظلومی بود در واقع و خیلی هم دختر کاری بود. من از اینکه شنیدم ایشون به صورت خیلی مشکوک فوت کرده خیلی ناراحت شدم و باز اعلام میکنم اگر کسی از این داستان واقعا اطلاعی داره خیلی خوشحال میشم که همینجا یا اعلام کنه یا به بعدها توی سایت زنان اینو بنویسه. خیلی ممنون میشم. به هر حال آقای صبحی شما حرفی نداریم و ادامه بدن بفرمایید. ولی دو تا موضوع هست، دو تا مقاله هست، یکی در رابطه با پسر رجوی، یکی هم یک نامه سرگشاده که آقای موثقی نوشتن. اونها را اگه وقت داشته باشیم بعدا من برای دوستان میخونم، اگه نه در کانون آوا موجود هست، لینکش رو براشون اینجا میذارم. لینک این نوشته مصطفی رجوی یا نوشته‌ای که درباره اون هست رو اینجا گذاشتم که گفته من بدبخت‌ترین کودک روی زمین بودم که تاریخ بعدها مرا و سرنوشت مرا قضاوت خواهد کرد و مرا خواهد فهمید. شنیدم که ایشون هم جدا شده ولی در شرایطی نیست که صحبت کنه. امیدواریم که بتونه ایشون هم از اون قید و بند بیرون بیاد و بیاد به اصطلاح حقیقت ماجرا رو برای بینندگان تعریف کنه. بازم ممنونم از شما، بفرمایید. البته خب این داستان منم شنیدم و شنیدم که ایشون گفته که به زودی میخواد حرفاش بزنه. حالا در چه حد این داستان هستش نمیخوام اینجا بهش اشاره کنم، چون به هر حال فکر میکنم ایشون اول باید خودشو بشناسه، خودشو پیدا کنه و این پروسه از امروز به فردا نیستش، همطور که در رابطه با بکنم هیچ کس نبوده و به خصوص در رابطه با ایشون مضاعف‌تره، چون به هر حال بیشتر تحت فشاره. و منم امیدوارم، خوشحالم که به هر حال اومده بیرون و امیدوارم که یه روزی بیاد و واقعیت هایی که به هر حال فکر میکنم خیلی بیشتر دیده اینا رو توی همینجا به هر حال بگه. در مورد داشتم مرضی رضایی یا آذر رضایی، اسم مستعارش بود آذر، صحبت میکردم که خبر خب ناگهانی ایشون منو خیلی متاثر کرد و من فکر میکنم سازمان هم چون ایشون به هر حال ببینین ایشون از خانواده رضایی ها بود و جدا شدن ایشون از سازمان خیلی سنگین واسه سازمان میشد، واسه همین این داستان کاملا مشکوکه و امیدوارم که به زودی روشن بشه که دلیلش چه بوده. که میگم هنوز تو این رابطه دارم تحقیق میکنم که ببینیم داستان به کجا میرسه. من در واقع فقط
اشاره‌ای که می‌خواستم الان اینجا یک لحظه خانم محمد نژاد، شما تو صفحه فیسبوک ندارید؟ چون اونجا وقتی اسم شما رو می‌نویسیم دو تا محمد نژاد میاد ولی اونها شما نیستن. ببینین فیسبوک من همین الان باز بود ولی چون اسم من همیرا نژاده. آها اوکی، به عنوان همیرا نژاد. آها، من مسئله سومم بهش اشاره کنم چون می‌بینم که وقت کمه. مسئله سوم در رابطه با جدا شدگان بودش که به هر حال الان کمیساریا فهمیده که این افراد چقدر به لحاظ روحی و روانی داغون هستن و حتی الان واسه شون چی میگن به لحاظ روانکاری باهاشون کار میکنه و سعی میکنه که تو تلاشه که آسیب هایی که اینا به هر حال به صورت روان به لحاظ روانی دیدن رو بشناسه و بهشون کمک کنه، که البته خوشحالم که به هر حال یه چنین امکانایی رو بهشون داده، چون به هر حال این یه چیز واقعی، قبلا هم بهش اشاره کردم، ماها هممون چه اونایی که خیلی قدیم جدا شدن و چه اونایی که تازه جدا میشن که البته مضاعفترن به نظر من، مضاعفتر، چون ماها به هر حال حالا کم سن و سالم الان توشون هستن، ولی اون دوران به هر حال یه دورانی بود که فشارهایی که شاید من دیدم خیلی کمتر از فشارهایی بود که بچه هایی که الان دیدن، تجربه هایی که نمیدونم از اشرف به لیبرتی، از لیبرتی به آلبانی و تمامی این نشست های نمیدونم مختلف که همشون همین که گفتم شاخ ایدئولوژیک دارن، خیلی بیشتر روی اینا بوده. واسه همین همیشه میگم من تو دوران خوب سازمان جدا شدم. به هر حال خوشحالم که این داستان ها هستش و امیدوارم اگه صدای ما رو میشنون بدونن که میتونن از کمیساریا تو این رابطه کمک بگیرن و امیدوارم که به هر حال بتونن استفاده کنن واسه رفتن به مسیر توی یک جامعه نرمال. خانم همیرا نژاد، خانم محمد نژاد ببخشید، آقای کرمی در تایید گفتای شما و این فشار مضاعف مخصوصا بر جوانها مخصوصا جدیدن، ایشون میگه که دقیقا بیش از 16 سال است که مخالف تشکیلات و پدرش بود، منظورش پسر آقای رجبیه، و بی محابا حرف خودش را میزد، واقعا به این پسر چند برابر دیگران ظلم شده است. خیلی ممنون از ایشون، ممنون از شما. دوستان دیگه اگه باز نوشته ای صحبتی دارید، این ویدیوها باقی میمونه از روی فیسبوک، ما بر نمیداریم تا زمانی که خود فیسبوک برداره. بایگانی یکی دو ساعت بعد از برنامه معمولا هم از تلویزیون مردم و هم از طرف کانون آوا روی یوتیوب قرار داده میشه و این فیلم ها تا هفته آینده هر روز حداقل یک بار، بعضی وقتا دو تا سه بار روزانه پخش میشه. بازم از شما ممنونم، من ساکت میشم، شما چند دقیقه دیگه وقت دارید صحبت کنید، بفرمایید. من فقط تو آخر میخوام، الان داشتم چون یه سری عکس آماده کرده بودم ولی متاسفانه دیگه وقت نکردم واسه تون بفرستم، فقط توی آخر به هر حال میخوام به این اشاره کنم که راه خیلی باز شده و افراد خیلی آگاه‌تر شدن و فقط به قول معروف یک قدم محکم میتونه واسه شون کمک کنه که از حلقوم این فرقه بیان بیرون و خودشون رو نجات بدن. همونطور که گفتم لطفاً دقت کنین، دولت آلبانی خودش اعلام کرده که به پناهجویان کمک میکنه و از این بعد بهشون خونه میده، شما هیچ مشکلی نخواهید داشت و میتونید با کمک های که دولت آلبانی به شما میده و کمیساریا از این کمک ها استفاده کنید و به هر حال واسه شروع اولیه بیایم بیرون. و اینجا باز اعلام میکنم تمامی کسایی که در رابطه با هوادار، نمیدونم اسمش میشه، با به هر حال اونایی که هوادارن و فکر میکنن که حتما باید توی مراسم بیلفن شرکت کنن و یا افرادی که پول این سازمان رو میخورن و به خاطر 50 اورو 100 اورو پا میشن میرن اونجا، فقط دوست دارم اینو بگم که
آینده تاریخی خودتون رو برای 50 اورو به 100 اورو نسوزونیم لطفاً. هیچ ارزشی نداره. چون این سازمان خودش رو تا به حال نشون داده که این پول‌ها پول خون هستش و هیچ و پول کثیفیه. و به هر حال اگر واقعاً می‌خواین که درست زندگی کنین، بهتره که از این پول به قول آلمانیا فرسیشتن کنید، صرف نظر کنید، فراموش کنید و صرف نظر کنید. بله، ممنونم از شما، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. باز هم تشکر میکنم که میاین و در مورد این سابقه و خاطراتی که شما دارید با سازمان مجاهدین صحبت میکنید، چون همونجوری که شما هم گفتید افرادی هستن که وقتی جدا شدن دیگه گفتن تا این وقت از زندگیمون رو تلف کردیم، حالا بریم دنبال زندگی خودمون، ولی شما هنوز هم به فکر دیگران هستید و من به نوبه خودم از شما ممنون و متشکرم. امیدوارم در برنامه‌های آینده با شما باشیم با خبرهایی بهتر. خیلی ممنون از فرصتی که به ما همیشه میدین آقای سالی. خواهش میکنم، به امید دیدارتون. خدا باشم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با خانم همیرا محمد نژاد بودیم و ویدیوهای قبلی ایشون هم در کانون آوا و در یوتیوب موجود هست. از دوستان خواهش میکنم این ویدیوها، این صفحه بایگانی، صفحه اصلی خود کانون آوا رو روی فیسبوک بذارن و کمکی بکنن به من از لحاظ وقت، چون واقعا وقت ندارم که همه این کارا رو یک تنه انجام بدم. بازم از شما ممنونم دوستان که با ما بودید و امیدوارم که شما هم اگر حرفی برای گفتن دارید، اگر مایلید در برنامه‌های سازمان کانون آوا شرکت کنید، با دوستان در کانون آوا تماس بگیرید. اگر مایل هستید که خودتون مستقلا برنامه‌ای در تلویزیون مردم داشته باشید، همیشه گفتیم از سال 2003 تا حالا که تلویزیون مردم مستقل شروع شده، اینجا آینه مردم هست و هر کسی میتونه برنامه داشته باشه. شعار اون هست از مردم، با مردم و برای مردم و البته با حمایت مردم. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم، شما هم با ما باشید. خدا نگهدار. آقای فرخ سوال کردن که پسر رجوی از کدوم همسرش هست؟ ماشاءالله از بس همسر گرفته، 1 2 3 4 5 6 باید شماره بذاریم، ولی این از همون اشرف و این قلعه اشرف و پادگان اشرف و اینها رو هم به خاطر همون هست. یعنی آقای رجوی درسته که زنهای بعدی دختر آقای بنی‌صدر، خانم رجوی و دیگران رو گرفته، ولی اقلن این اسم همسر اولیش رو که بعضی ها میگن که اگر رها نکرده بود و در بره ممکن بود اونها زنده بمونن، بر روی این ساختمون ها و پادگان ها گذاشته. بله آقای فرخ عزیز، این پسر مسعود رجوی و اشرف رجوی بوده و هست. روز روزگار بر شما دوستان خوش. مرسی.